رادیو همراه بفرمایید. سلام علیکم. سلام بفرمایید. تو خوبه؟ من از کانادا خدمتون تماس میگیرم در رابطه با یه موضوع الان مشکلات خانوادگی مثل خیانت میخواستم با تون صحبت کنم. حالا اگر اجازه بدید من یه بک‌گراند کوچولو از خودم بگم که چطوری از وضعیت همون کجا هستیم چجور شده تا بعد شما راهنمایی بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید. من و دخترم که دخترم حدود 20 سالشه، خودم هم حدود 50 سالمه، حدود 2 سال و نیمه که از ایران مهاجرت کردیم کانادا، خودم و دخترم. پسرم و خانمم ایران موندن چون که نزدی اول به هممون ویزا ندادن به خانواده کامل، فقط به ما دوتا دادن و برنامه این بود که برای دوتا هم 2 ماه دیگه ویزاشون اوکی بشه و ما ملحق بشن تو کانادا. سن اون دوتا؟ خانمم و پسرم. سنشون؟ سن پسرم حدود 10 سالشه، خانمم هم حدود 42-43 سالشه. بله. بعد دیگه نشد که اونا ویزا نتونستن بگن و ما اینجا موندگار شدیم و هنوز که هنوز 2 سال و نیم هم گذشته، اونا ایران هستن و ما اینجا هستیم کانادا. ازم به حضورتون، از حدود 4-5 سال پیش من یه سری چیزایی از خانمم میدیدم که حالا پیام و تماس و قرار یه چیزایی میدیدم، خب گوشش که اصلا دست من نمیداد به هیچ وجه. حالا یکی دو بار شانسی برای چندین ثانیه گوشش دست من افتاد و خب یه سری چیزا رو دیدم. بعد ما میگفتیم اینجوری و اون دلیل میورد و که نه و اینجوری، تا اینکه دیگه مهرس شد برامون دیگه، یعنی خودم بالاخره دیدم مورد که اصلا حرفی برای گفتن نداشت دیگه. مجد 100% بود که داره خیانت میکنه، ولی با هم صحبت کردیم، ما گفتیم دیگه بذار کنار رو مشکلی ایجاد نشه و اونم قبول کرد و باشه بود که بعد دیگه موقع اومدن ما شد دیگه. بعد که ما اومدیم و من اومدم اینجا دیگه دوباره خبر برام رسید و کسایی که اونجا بودن، آدمایی که داشتم و چون ارتباطی که ایشون داشت برای من مسجر بود، اگر آدم غریبه بود خب نمیشد بهش تکیه کرد، میشد توهین و میشد تهمت و دروغ و شک و زن و تردید. کسی هم به زن خودش هیچ وقت اگه شک و تردید داشته باشه دیگه حداقل نمیذاره 4 تا دیگه هم بفهمن. اینجوری شد که دیگه من مطمئن شدم وقتی اومدم اینجا هم خب بازم ادامه داد و بدتر شد دیگه. اون موقع من خودم بودم ولی حالا دیگه خودم هم نیستم دیگه. من همینجا یه سوالی ازتون بکنم. از 10 مورد 9 مورد آدم ها به این نتیجه میرسن که اگر من برم با این وضعیت که میفرمایید حتما او ادامه خواهد داد. شما چرا اینو به حساب نیوردید و پشت راه افتادید؟ خب به این نیت که حالا اونم 2 ماه دیگه به ما ملحق میشه، نه اینکه فرقشه. اولش بود که گفتیم ما ویزامون در اومده، ویزای شما هم 2 ماه دیگه در میاد، اونم گفتم دیگه من هیچ کارا نمی‌کنم و ما هم مطمئن شده بودیم و دیگه ما هم بدیم اطمینانی در کار شما خواستید مطمئن بشید. نه صبر کن، شما خواستید مطمئن بشید و اعلام اطمینانی در کار نیست. 1-2 خب شما اصلا آمدید حتی که حتی همون قبول دارم با یه فرض 2 ماهه میشد نمیشد باید برمیگشتید، می‌خواستید چرا موندید؟ متاسفانه ما یه جوری اقدام کرده بودیم که اگه می‌خوایم برگردیم تا 4-5 ماه اول باید برمیگشتیم و اگر بر نمیگشتیم 4-5 ماه نهایت 6 ماه اول، چون ویزای ما 6 ماه بود، ما چون اپلای کردیم برای پناهندگی، وقتی اپلای بکنی برای پناهندگی دیگه نمیتونی برگردی تا استاتوست مشخص بشه، جواب دادگاهت بیاد. متاسفانه خوردیم به پندمی که کووید و جوابای دادگاه هم اکستند شد و جواب ما هم نیومد و که هم 1-2 سال طول داد و هنوز ما گرفتار اون موضوع هستیم. به همین خاطر ما نتونستیم دیگه هم برگردیم بعد از اون 4-5 ماه اول و گفتیم اونم ما ملحق میشن و اونم نشدیم. ما می‌خواستیم که اون از اونجا کنده بشه چون واقعا فضای ایران فضای حالا خیلی خوب هم به همه میدونه فضای فاسدیه نسبت به کشورهای دیگه. ما به این نیت که اونجا کنده بشیم که جدا بشیم از همه چی اینجا، چون زندگی سالم‌تره واقعا اینجا، روابط خیلی سالم‌تر از ایرانه، خیلی خیلی سالم‌تره. به این نیت دیگه حالا ما شد دین سرمون اومد و به این نیت که 2-3 ماه دیگه اونا به اون ملحق میشن و نشدن و الان ما موندیم و 1000 تا فکر و مشکلات و حالا مسئله جدایی و حالا بالاخره این چیزا هست. خواستم ببینم شما چه راهی پیشنهاد میدید به من. من الان که نمیتونم برگردم، از برگشتن نمیتونم فعلا برگردم، اونم نمیتونه الان بیاد تا جواب ما بیاد که شاید 2 ماه دیگه، شاید 4 ماه دیگه، شاید 1 سال دیگه، شاید 1.5 سال دیگه، چون باید بریم تو نوبت پی آر. نوبت پی آر هم زمانش طولانی و تا پی آر هم نگیریم اونشون نمیتونه بیاد. ولی حالا بحث اینه که من میخوام فقط بالا سر بچه‌ها باشه و اینکه از نظر جدا شدن میخوام جدا بشیم از هم و با هم صحبت کردیم. نه شما گفتید بالا سر بچه‌ها باشه، ایشون که فقط یه دونه بچه‌تون اونجاست.
خب یه دونش هم اینجاست دیگه، یعنی بیاد اینجا که آخه دو تا بچه ایشون بوده. بالا سر بچه ها باشه رو من نفهمیدم، ایشون که یعنی الان که بیاد بالا سر بیرون. حرف شما این است که ایشون بیان اینجا، حالا شد 6 ماه دیگه، یه سال نیم دیگه بیان اینجا بالا سر بچه ها باشه، این چه موضوع مهمیه؟ این که بچه ها اینجا بالاخره اگه من ازن الان ازش جدا بشن دیگه اون نمیتونه بیاد اینجا، به هیچ وجه نمیتونه بیاد. وقتی نتونه بیاد اینجا پسر من میتونه بیاد اینجا، یعنی دست وای اینجا که من باشم و صبر کنید، مادر بالا سرش نیست به این خاطر. نه صبر کنید، اصلا حرفتون درست، ولی اگر همسرتون دلش خیلی میخواد بیاد کانادا یا نه؟ بله دلش میخواد بیاد کانادا. بله پسر کوچکتونم به تبع شما و برادرش و مادرش اون هم احتمالا میخواد بیاد کانادا، درسته؟ بله دقیقا. بسیار خوب، بنابراین شما فرض رو بر این بگیرید که هر دو در کانادا یا ایران، اگه فکر میکنید میخواید درستش کنید درستش کنید، ولی من نمیدونم چگونه، اگه میخواید جدا بشید جدا بشید، ولی قرار نیست جداییتون رو اعلام کنید. نه دیگه حالا اعلام که نمی کنیم، به خاطر هم اعلام نمی کنیم که بیاد اینجا و جدا خب بشه. خب همین حرف من هم همینه، فقط شما باید بدونید اگر براتون مهم نیست این مدت که ایشون اونجا هست چه میکنه یه مسئله است، ولی اگر دلتون میخواد این حرف تمام بشه حداقل به عنوان همسرتون یه قصه دیگری است، مادر فرزندانتون هستن. میفهمم چی میگید، فقط دلم میخواد شما هم بدونید مثل دفعه قبل خودتون رو در یه وضعیتی قرار ندید که گزینه ای نداشته باشید. شما الان یه دو تا گزینه دارید، شما هیچ کار اونا رو خراب نکنید، چون ایشون هم میخوان بیان، صلاح هم بیان میانجا، بعد به طلاق گرفتن در کانادا یا امریکا به صلاح خانماست و معمولا در مسیر منفعت و مصلحت مردان نیست، همطور که در ایران درست عکسشه. خب ایشون هم احتمالا اگر جدایی بخوان میان اونجا، ولی شما دلتون میخواد که ایشون همچنان تو اون روابط باشند و به عنوان همسر شما باشند؟ نه دلم نمیخواد. نه بنابراین نه که من پیشنهادی دارم، ولی میخوام بگم یه گزینه دیگه هست که حالا ایشون قبول دارن که کاری خلاف کردن یا نه؟ هنوز که بابا نه دیگه، هر کی باشه انکار میکنه، انکار میکنه. نه آخه درباره گذشته که انکار نکردن، قبول کردن. گذشته گفتن درسته من یه خطا، به این صورت میگه، نمیگه که من حالا مستقیما ارتباط داشتم، میگه درسته منم یه خطاهایی کردم ولی این کارو نکردم، اون کارو نکردم، اینجوری میگه. خب من دیگه خودم، نه خودم دیدم با چشم خودم و با گوش خودم. آخه اصلا چه اهمیت عزیزم، اگر من به قول معروف مطمئنم، میدونم که اونم میدونه و شده، این که چی میگه که مهم نیست. شما به کسی $10 دادید، اون مطمئنید، اون میدونه بهش $10 دادید، شما میدونید اون که همچه پولی من ندادی. شما در اینجا با واقعیتی که متفاوته که روبرو نیست، شما با یه پنهان کردن و یه دروغ روبرو هست. خب ایشون بر اساس حرفای شما این کار کرده، این شما مبنا رو که برای تصمیم در زندگیتون بر مبنای حرف ایشون نمیگذارید. نه خیر حرف خودمه. بنابراین شما این گزینه رو هم دارید که بگید ما الان از هم جدا میشیم و حالا ای تو بخوای بیای منم اینجا کار رو خراب نمی کنم، گزارشی هم نمیدم که بیای. اگر هم میخوای بیا اینجا ببینیم چی کار میکنی. آره دیگه، من به خاطر همین میگم الان اگر جدا بشیم دیگه نمیتونه بیاد، بالاخره بچه هاش میخوانش، همین خاطر خواستم میرم نظر شما هم همین. آخه من عرضم این بود که شما در این هر اعلام کنید که جدا شدید. اعلام کنیم؟ دلیل نداره اعلام کنی، خب نکنی، کاری به پروسه نه نمیگم اعلان کردید از ما داریم بحث میکنیم، ما داریم راجع به الان از این به بعد عرض میکنم خدمت شما. میگم الان دو گزینه دارید، طلاق بگیرید به کسی نگید ایشون بیان اینجا هر کاری میخواید بکنید، دکی که نه صبر کنید ایشون بیان، اگر شما اینقدر مطمئنید اگه خواستید جدا بشید. بله ولی برخی از اوقات آدما اینو دارم عرض کنم، آدم ها حرفشون این است که حالا که این موضوع در این حده و این اتفاق افتاده، من نمیخوام این عنوان زن و شوهر رو تو ایران یا تو خانواده و فامیل داشته باشم. بله بنابراین به این دلیل میخوام الان این کارو بکنم، ولی اگه حرف شما این است که شاید ظرف 3 ماه یا 1 سال آینده بیان و ترجیحتون اینه، ترجیح شما اینه، ولی من همیشه عرض من این است که شما بدونید گزینه های شما کدامه، فقط یکی رو در مقام مقایسه با دیگری انتخاب میکنید. حالا اگر این دوتا موضوع مطرح نیست، اگه بگم پرسش شما از من چیه، به من چی میفرمایید؟
من میخواستم ببینم به نظر شما چه کاری انجام بدم که حالا هم بچه هم آسایششون بعدن به هم نریزه و اینکه اونم حالا نمیدونم الان همین دو گزینه هست که میخوام ببینم کدومش بهتره. من میخوام جدا بشم، اگر قانونی جدا بشم الان که دیگه اون نمیتونه بیاد اینجا، به همین خاطر من فکر میکنم گزینه اول منتفیه، به خاطر که من میخوام بالاتر بچه ها باشه، بعدا بچه ها بهش دسترسی داشته باشن. ولی اگر جدا بشیم که وقت پسرم هم میاد دیگه، اون نمیتونه بیاد دیگه، مشکلمون بیشتر میشه. ولی اینجا 100% جدا میشیم، نظر من اینه. خواستم ببینم این کار درست. من نمیدونم با شما، ببین عزیز من قربونت برم، شما اصلا جدا بشید، شما الان برید طلاقتون رو در ایران بدید، ولی اگر اعلان نکنید که دولت کانادا ازش با خبر نباشه، شما رو زن شوهر میدونه، آمدن ایشون به هم نمیخوره. بله جای مدک ارائه ندیم. بله درامای اون بحثه، ولی شما حرفتون است که بذارید بیاد اینجا، بسیار خوب بذارید بیاد اینجا. فقط شما رو به من بگید هر دوی شما چی خوندید و چه میکنید؟ من مهندسی برق خوندم توی ایران، اوشونم مدیریت خونده. خب شما آیا الان اینجا که هستید کاری دارید، زندگی مشخصی دارید؟ بله من اینجا که اومدم 2-3 ماه رفتم دوباره درس خوندم، تو 3 ماه تو خونه درس خوندم و مدرک ستسیل اینجا که حالا من مدرک برق اینجا هست رو گرفتم و حالا با مدرک هم استخدام شدم توی شرکت، دارم کار میکنم. یه خونه هم که اجاره کردیم، اون دخترم یه خونه دو خوابه گرفتیم، همه چیمون اوکیه. اونا هم که ایران که ما نداریم خونه داریم، اونا هم تو خونه خودمون نشستم. و شما از اینجا هزینه که برای شون نمیفرستید میفرستید؟ هر از گاهی فرستادم، یکی دو بار قبلا چند باری فرستادم، ولی دیگه که هر ماه بخوام بفرستم نه نفرستادم. دومی که آیا بچه ها خبر از این اتفاقات دارن؟ بچه ها از مشکلاتمون خبر دارن، ولی اینکه مشکلمون چی هست و اگه میخوایم جدا بشیم به خاطر چیه نگفتیم بچه ها. نه اونو که نباید بدونن، درستش هم همین. بنابراین شاید صلاحتون اینه که با توجه به خیلی از چیزا بهتر صبر کنید تا ایشون بیاد. بعد من میخوام ببینم بعدن که خواستیم به دخترم که بزرگه، اگر بهش بگیم به اونم الان به دخترم بگم یا بعد؟ الان نه بذار بیاد که در حقیقت یه طرفه نباشه و مسئله و دردسری. درسته، دلیل نه الان حرف تو این است که ما مسائل مشکلاتی با هم داریم، حالا مادر بیاد اینجا ببینیم چه میکنه. بله آره من به این فکر نکرده بودم، گزینه اولم گزینه خوب بود که ما اونجا قانونی جدا بشیم، ولی خب اعلام نکنیم جایی، من به این فکر نکرده بودم. برحال یعنی میخوام بگم اون باشه، البته اون با خودش خطراتی داره، ولی شاید هم نه. برحال حالا چند روزه شما مطمئنید و بسیار راضید از اینکه اومدید کانادا؟ اینکه اینجا اومده هم راضی هستم من، به خاطر و دخترتون چی؟ دخترم اینجا شروع کرده داره میره کالج دیگه، میخواست سایت نمیدم. نه اون چقدر راضی هره من میخواست اینجا خیلی ما میخواستم 4 ماه اول شما میگید چرا برنگشتین، چون تا 6 ماه ما میتونستیم برگریم. هم اول من متوجه هم آره من هر کاری کردم که برگرم، دخترم راضی نشد که برگره، گفت من برم. برای این شما موضوع رو مسکوت نگه دارید تا ببینید چی میشه. بنابراین به همسرتون بگید ما همه این کارها رو درست میکنیم بیاد اینجا، زمینان شما هم یه مقداری با یه وکیلی صحبت بکنید که بیخودی به ضرر و خطری نیفتید. بله باشه، ممنون، متشکرم. در حال امیدوارم که یه جوری حل بشه و موضوع یه چیز دیگری باشه و شما هم یه ذره آروم بگیرید، ولی متاسفم از آنچه شنیدم. مواظب خودتون و عزیزانتون باشید.